Christians. Yes, أشهد أن محمدا بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز. در تمام کره زمین همه کشورها گوشت خوک خوردنش آزاد و حلاله، فقط مسلمان ها هستن که این رو به شدت ممنوع کردن. البته یهودی ها هم مثل ما گوشت خوک رو حرام میدونن مذهبیاش، ولی شما اگه به اسرائیل بری به راحتی میبینید که خوک پرورش داده میشه، گوشتش هم خرید و فروش میشه، در حالی که اسرائیلی ها میگن کشور ما کشور یهودی است. این لطف خدا بر ماست که از این حیوان پلید نجس ما رو دور کرده. و جالب اینه که شنیدم عرب هایی که اروپا میرن اگه بیدینم باشه، یعنی دینم نداشته باشه، شرابم بخوره، گوشت خوک نمیخوره. ولی متاسفانه شنیدم که ایرانی ها فکر میکنن گوشت خوک، اونایی که ملحد شدن تو اروپا، این آدم باهوش میکنه و میخورن. در حالی که من یه برنامه دیگه هم در مورد گوشت خوک گفته بودم که این تو فیلم یادم است، هنوزم یادم است که در اون فیلم بر سر گوشت خوک یکی توی آمریکا نوشابه ریخته بود، کوکا یا پپسی، و از این کرما بیرون اومده بود. و جای خونده بودم که گوشت خوک، اینا رو همه براتون گفتم، ادرارش یک بخشش میره در گوشتش. یعنی پلیدیش واضح است، همه دنیا قبول داره که پلید است، ولی که میخورن و چون که در دین مسیحیت حلاله، در حالی که عیسی علیه السلام حتما این حرام کرده. در احادیث است عیسی آخر زمان که بیاد علیه السلام خوک رو میکشه. ولی با این وجود من نمیدونستم که این وحشتناک است تا این حد، تا این حد. اون روز یک فیلم میدیدم، فکر کردم دروغه. کاندید ریاست، خانواده کندی تو آمریکا خیلی مشهورن، یکی از اونا الان کاندید ریاست جمهوری هنوزم هست، یعنی غیر از ترامپ و بایدن. یه فیلم دیدم گفتم شاید ساخته شده، ولی باز رفتم تو سایت‌های معتبرتر که سایت آمریکایی بود. اولین فیلم رو ببینید. بله، خلاصش برات میگم، باز در اونجا میارم. این آقای رابرت کندی جونیور هستش، کوچیک، رابرت کندی بزرگ که سال 1968 کشته شد. این رفته دکتر، سر درد داشته، رفته گفت دکترها که پول دارن اینا خیلی. عموش رئیس جمهور بوده. دیده که بابا در کلش چیه؟ کرمه، و کرمم چی کرده؟ خورده یه قسمت از مغزشو. فکر کنین. تونستن معالجش کنن چون که این پول داره. با معلوم شد که از گوشت خوک بوده. حالا برید مقالهشو براتون بیارم، همین آقا رو، مقالهشو که اجازه بدید. اینا سوال رادیو فرداست: آیا واقعا بخشی از مغز رابرت کندی را کرم خورده است این آقای رابرت کندی؟ و جوابش میگه آیا مغزش رو چی خورده؟ میگه که به جوابش بذار ببینیم. در بر اساس گزارش‌های موجود در تصویربرداری از مغز کندی، نشانه‌هایی از کیست‌های کوچیکی دیده میشه که ممکن است نشانه از ابتلای او به نوع انگل باشد. اما چه انگلی میتواند مغز انسان رو بخوره؟ آقا چه انگلی میتونه اینو بخوره؟ این میگه که به گزارش سازمان بهداشت جهانی 2.5 میلیون تا 8 نفر در سراسر جهان به عارضه به نام نوروسیستی سرکوزیس مبتلا هستند. این بیماری زمانی رخ میده که بخشی از لاروهای گونه ای از انگل به نام ترینیا سولیوم وارد مغز میشه و کیست های کوچیکی در مغز درست میکنه. اینو ما به عنوان کرم نواری میشناسیم، وارد مغز میشه. خب این کرما میگه میتونه تا 2 تا 3 متر هم رشد کنه، ولی البته به شکل تاب خورده درون بدن باقی بمانن. اما این اتفاقی است که در مغز، این اتفاقی نیست که در مغز میفته. میگه مردم دچار سر میشن. این کرم چه جوری وارد مغز میشه؟ مردم غش میکنن باید چیز.
انگل چی کرم نواری عامل این بیماری در بدن خوک‌ها وجود دارد. خلاصش کن، در بدن خوک‌ها وجود دارد. افرادی که گوشت خوک رو شکل خام یا نیم‌پز مصرف میکنن ممکن است لاروش وارد بدن بشه که نوزاد کرم، نوزاد انگله وارد بدن ما بشه. خلاصه برسه به چی؟ این آقای رابرت کندی هم همین خورده بوده و مغزش به اصطلاح کمیش چی کرده، از دست داده. اینا ببینید، در مورد آقای کندی اگر ادعای کم‌حافظگی او درست باشد شاید علت اصلی به عامل دیگر بمیرد. او در مصاحبه با نیویورک تایمز تصریح کرده که بیشتر به مسمومیت جیوه مبتلا هست که میگه از مایاتی است که در چیز فلستا چی باشن. اما به هر حال عرض به حضور شما که خود اینم میگه که خوک به اصطلاح کرمش مغزومی خوره. حالا من 5 مقاله براتون انتخاب کردم و شما میتونید مقاله رو اگر که باور نمی کنید بیارید لطفاً برید خودتون توی سایت بزنید و با ترجمه کنید. این نیویورک استیت هست، ایالت نیویورک است، دپارتمان آف هلس. این یکی در مورد گوشت خوک، همون تریچینوسیس که همون بیماری هستش. این نشنال لایبرری آف میدیسین در مورد بازم گوشت خوک، پورک ام پورک پروتاکس. این سایت عربی است، از چی است؟ اسلامی نیست، مال آرتی است، از روسیه است. دراسه میگه گوشت خنزیر بیشترین گوشتی است که انسان رو به سرطان مبتلا میکنه. ترجمه کردم، باز ترجمه رو براتون میارم. این چیه؟ این یک مرد دیگه است که در مغزش، باز میارم ولی تایی چیه، در مغزش 52 سال است، در مغزش کرم رفته خورده، مثل همون آقای رابرت. این اون نیست، یکی دیگه است. ممنونم. البته خب بذارید حالا این مقالات رو براتون ما چی میکنیم. گفتیم فقط مسلمان ها اینو ندارن. البته متاسفانه بعضی از اینای ما که ادعا میکنن که ما چیز قرآن هستیم، در قرآن نوشته. من خودم به خدا شاهد است، اولین بار که شنیدم باورم نکردم. طرف میگه من حدیث قبول ندارم. خوشبختانه در قرآن اومده، میگه من قرآنی هستم، حدیث قبول ندارم. خب خوبه که در قرآن 3-4 بار اومده که گوشت خوک نجس است، رجس است، پلید است، حرام است. میدونی چی گفته؟ میگه گوشت خوک حرام است، چربیش که حرام نیست. لحم الخنزیر حرومه، لحم گوشت یعنی. شحم الخنزیر که حرام نیست، چربیش که حرام نیست، روغنش میشه خورد. چرا میگه قرآن ننوشته؟ اینقدر احمقه. خب یه چیزی که اعلاش حرام باشه، خب ادناش هم حرومه دیگه. وقتی من میگم گوشت خوک حرومه یعنی ناخونش هم حرومه، احمق دیگه، موش هم حرومه. ولی کسی غرب زده باشه و میخواد هم اسلام داشته باشه هم غربو، اون دیگه راش تو جهنمه. ولی که موحد باشه دیگه، موحد هم باید چارچوبی داره، اینقدر نباید خود باخته باشه. گوشت خوک بده، تموم شد رفت. و باز ما نمیگیم، خود اونا میگن. خلاصه ای همین مقالاتی که براتون گفتم، باز میفهمید که چرا من این مقاله رو گفتم. لطف خدا بر ما. تریچینوز چیست؟ تریکینوزیس، یعنی دیگه اسمش هم نمیتونم بخونم، یک بیماری منتقله از غذاست که توسط انگل میکروسکوپی به نام تریچینیلا ایجاد میشه. افراد با خوردن گوشت خام یا نیمپز حیوانات آلوده به این انگل بیماری میشن. چرا ما نداریم؟ ما که گوشت میخوریم. اغلب این گوشت های آلوده از شکار وحشیه، از شکارهای وحشی مانند خرسا یا محصولات گوشت خوک میآیند. یعنی مثلا گرگ میخورن، خرس میخورن، اونم تو اسلام حرومه. خب هدایت نشدن دیگه. یا گوشت خوک میخورن، شکار میره مثلا تو آمریکا، مثلا شکار میره خرس میزنه، باز میگه گوشتش کباب کنیم بخوریم، حالا زدیم، یا روبار میزنه، یا عرضم به حضور شما گرگ میزنه. خب حالا بحث جداست، ولی گوشت خوک هم ازش میاد. این من نمیگم، هم مقالاتی هست که براتون آوردم ترجمه کرده. چه کسانی به تریکینوز مبتلا میشن؟ هر کسی که گوشت خام یا نیمپز حیوان آلوده رو مصرف کنه ممکنه به این بیماری مبتلا بشه. بیشتر موارد ناشی از مصرف گوشت شکار وحشی نتیجه نپخته مثل خرس، در به حالتی که برخی موارد دیگر ناشی از خوردن محصولات گوشت خوکه. الحمدلله خدا ما رو اصلا نمیبینیم، ما خوک ندیدیم جز در عکس ها، اما عکسش هم آدم بدش میاد. خب علامت این بیماری چیه؟ معده دو روز به یک دو روز بعد میگه از این گوشتی که بخوری آلوده ظاهر میشه. اسهال، مطبوع شل، حالت تهوع، بیماری در معده، خستگی، درد معده. 2 هفته تا 8 هفته بعد عفونت ظاهر میشه، تب، لرز، سردرد، درد عضلانی، درد و تورم اطراف چشم. طول و شدت علائم بسته به تعداد انگل ها در گوشت مقدار خورده شده داره. اگرچه نادر است اما ممکنه به مرگ هم کشنده هم باشه. خب من یادم میاد که الان میگفتم، یادم اومد یک بیماری دیگه هم هست که در شرق آسیا زیاده، با
خودشون هم میگن بی لکای خوکی، در صورتشون در بدنشون لکای ایجاد میشه که میگن لکای خوکی. اون حالا من اینجا دیگه عکس مکسشون ندید الان یادم اومد فکر کنید، ولی جالبه که باز هم برای همین من همیشه میگم کسی اون طرف ها نره. اینه نگاه کنین، این ویتنام سایت ویتنامی است که برای خارجی ها درست کرده بزن به زبان عربی است دیگه، عربا پول دارن. میگه که شما این قسمت از گوشت خوک خیلی میگه خوشمزه است ولی سخت مردم به مردم میگه بخورن، یعنی خود ویتنامی هم نمیخوره، این داره تبلیغ میکنه که بخورید. میگه خیلی فایده داره این گوشت. کجای خوک دومشه آدم هم ببینم حالش به هم میخوره. باز جالبه میگه اینطوری تزیینش کنید و بخورید. و باز اینجا نوشته چه کسایی باید نخورن، یعنی خودش هم میدونه که گند زده. خب منظور این است که هدایت نباشه اینجوریه دیگه، دومش هم میخوره، خدا رحم کنه. خب دیگه چیه؟ انگلای ترجمه بعدی، مقاله بعدی، انگلای مربوط به گوشت خوک و مسئولات گوشت خوک، مقاله رای این ترجمه گوگله. سه انگل از مصرف گوشت خوک خام یا نپخته خطری برای سلامت عمومی ایجاد کرده. یکیش همون تریچینیلاست، یکی تانیا سولیوم، همین که این دفعه تو مغز رفته بود تانیا سولیوم، توکسو پلاسما گوندی، سه تا بیماری است. هیچ روش هم میگه نمیتونه ما چی کنیم، اینو در کشتار نمیتونیم بفهمیم که کدوم از اینا مر، یعنی وقتی که قربانی میکنیم ذبح میکنیم این حیوانو. و سه انگل رو میشه به طریق درمان کرد، یعنی با پختش زیاد انجماد میشه که خطرش از بین برد. این مقاله همون است که آرتی نوشته. گوشت خوک سرطان زاترین، آرتی یعنی مال روسیه، تحقیقات اوناست. گوشت خوک سرطان زاترین گوشت است. این اولین بار نیست که گزارش بهداشتی خوردن گوشت دودی، منظورم گوشت خوک، را با سرطان و تومور مرتبط می‌داند. داده‌های گزارش‌های صادر شده با نتایج گزارش قبلی که توسط سازمان بهداشت جهانی منعقد در فلان روز منتشر شد، این میگه با اون برابره، یعنی حرفای اون رو تکرار می‌کنه. مصرف گوشت بیکن، یعنی همون گوشت خوک، در تهیه همبرگر و هات داگ افزایش یافته، باعث ایجاد سرطان در روده و معده میشه. بنابراین داده های دو مطالعه اخیر در مورد حجم مصرف این گوشت ها و میزان خطرات آن یکسانه، یعنی دو تا مطالعه یه نتیجه داده. با مصرف 50 گرم گوشت خوک سرطان معده تا 18% افزایش پیدا میکنه. متوجه هستی؟ ممنون اتاق فرمان. و همینو سازمان جهانی هم گفته. خب دیگه سازمان جهانی میگه حالا اگه برعکس میبوده این مسلمان ها، اگه ما گوشت خوک حلال میکردیم و کافر ها حرومش کرده بودن تمام دنیا، پوست ما رو میکندن، مغز ما رو میخوردن، که ببین دین شما اینطور دین گندیه، این حلال کرده. ولی ما نمیدونم بعضی ما چرا خود باخته هستیم که ما، که یعنی منظورم بعضی از این مردم ایران که با دولت ایران بدن فکر میکنه که هر چیزش بده، این که نیست، گوشت خوک دیگه بابا. میگم عربا که کافر هم باشه گوشت خوک نمیخوره و هستن تو اروپا. از اینجا باز یادتون باشه که همین زنای یا مردای بعضی از حالا تو این اینترنت شده میبینی که مثلا طرف پوز میده که من شوهر خارجی دارم، یا زن مرده پوز میده که زن خارجی دارم، بابا اینا گوشت خوک خوردن، همه مرزا و کرما مواظب باشید. هرچند که کرما نمیره خب دیگه بالاخره، یعنی سرایت نمیکنه، ولی باید مواظب بود. کرم نواری مغز انسان و تشدید میگرن ناشی از بیکن نیمپوز، بیکن هم گوشت خوک میگه. این میگه تخمای کرم نواری در مغز بیمار چروک میشن. محققان آمریکایی هشدار دادن که این میتونه پیامدهای سلامتی بیشتری داشته باشه. این مقاله هم جدید، چهارشنبه 13 مارس 2004 در انگلستان. اسکن هایی که تشخیص بیماری نورستیسیروس، هم اسمش هم نمیتونم بخونم، میتونه که به چرا، خب این تبلیغات اسکای نیوز اینو پخش کرده. تخم کرم نواری کشف شده در مغز مردی که از میگرن شدید رنج می‌برد، معلوم شد که ناشی از گوشت ناپخته گوشت خوک بوده. این مرد 52 ساله آمریکایی، این یکی دیگه است، از اینکه میگرن‌هایش مکرر می‌شد دارو پاسخ نمیده، با پزشکان چی کرد؟ پزشکان سرش رو اسکن کردن، دیدن که به به در سرش تخم کرم نواری است، یعنی این غیر از اون کاندید ریاست جمهوری، غیر از که ممنونم، ولی بالاخره تونستن علاجش کنن. این میگه هیچ جام نرفته بود، فقط گوشت خوک میخورد. میبینید دکتر ازش پرسیدن. در این موارد در مجله آمریکایی گزارش شده که در بازجویی‌های بیشتر، یعنی در تحقیق بیشتر، بیماری، چون که گوگل ترجمه کرده، بیمار خوردن غذای خام یا خیابانی را انکار کرد، اما اعتراف کرد که عادت داشت در بیشتر عمرش گوشت خوک کم پخته و غیر ترد بخورد. یعنی گوشت خوک باید 400 درجه حرارت بدی تا این کرماش بمیره. خلاصه صحبت،
خداوند شما رو مفت مجانی، برای همین در قرآن است که میگه شما منت سر من نذارید که مسلمان هستید، منت من سر شماست که شما رو به اسلام و ایمان هدایت کردم. الله میفرماد مفت مجانی. رو فکر کنید که این مرضات در کشورهای ما بود، مثل اینا هم خب پول نداشتیم که دکتر بریم، همین حالا هم که مرضای کوچیک و بزرگ از دکترها تمام پولای ما و شما رو میخوره. باز این چقدر بده که کرم انسان، کرم در بدن انسان باشه، اونم کرم گوشت خوک، باز نمیدونم در مغز انسان بره و و دیگه، غیر از اینکه ضررهای دیگه داره ها، دیگه سرطان بگیری انسان. و میدونید که هر گوشتی رو که میخوری بیشترین چه کردن که در معده هضم نمیشه، چون برای انسان ساخته نشده دیگه، خدا نساختش که، نساخته برای خوردن. گوشت خوک زود چی نمیشه، اسیدای معده نمیتونه اینو حل کنه، آهن حل میکنه اینو نمیتونه حل کنه. شنیدم که 5 ساعت حداقل وقت میخواد تو معده. لذا ما باید خدا رو شکر کنیم که الحمدلله این بلا در بین ما مسلمان ها نیست. و باید در ضمن اینم بگیم که چرا پیغمبر ما هر چیز بد و حرام کرده، خبائث حرام کرده طبق گفته قرآن، طیبات حلال کرده. از کجا یک مرد چوپان در 1400 سال پیش در یک کشور دور افتاده که اینقدر این کشور بی‌ارزش بود که امپراتوری روم نمیرفت بگیردش، و که مدینه براشون ارزش نداشت، امپراتوری ایران رفت یمن گرفت که دورتر بود از رای دریا، اما مکه مدینه براش ارزش نداشت. در چنین جایی یک مردی که، یعنی فکر کن در یک دهات دوردست، یک مردی میاد، یک دستورش نیست که خلاف علم باشه. این شده که علم حرفی زده، باز فردا گفته که والا حرف من غلط بود، هر چی گفته درست در اومده. و عجیب این است که همه دنیا میخورن فقط مسلمان ها. البته گفتم چیزا ممنوع کردن، چون در کتاب تورات انجیل هم از طرف الله است دیگه، در تورات ممنوع شده، منتها در اسرائیل فروخته میشه. یعنی شما برو در بدترین کشور اسلامی گوشت خوک دیگه نمیفروشن توی دو مغازه ها، ممنوعه. بله، الله پاک ما و شما رو این توفیق بده که قدر این دین رو بفهمیم و قدرش رو بدونیم. آمین یا رب العالمین. أشهد أن محمد